خب دوستان سلام عرض میکنم خدمت همهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه، رفقای خوب و با معرفت و گل گلاب. خیلی سریع میخوام برم سراغ محتوا. ببخشید من صدام گرفته، هنوز سرماخوردگیم خوب نشده، ولی میخوام در مورد اسپکتیک صحبت بکنم، فردی که تازه اومده تو کلاب هاوس. منی که نزدیک به یک سال خورده، یعنی تقریبا از بعد به تشکیل کلاب هاوس بودم، تا به حال ایشون رو نه نامش رو شنیده بودم، نه هیچی ازش نشنیده بودم جز همین دو سه هفته. در این دو سه هفته ایشون اتاقهای متعددی برگزار کردن و در این اتاقهاش هم حداقل 3 یا 4 هزار نفر حضور دارن و واقعا باعث تأسف از این جد واسه تأسفه که ایشون داعیه مبارزه با خرافات مذهبی رو دارن، اما تنها چیزی که در اتاقهاش شنیده نمیشه به غیر از استدلال یا صحبت کردن پیرامون این مباحث، تنها چیزی که شنیده نمیشه همین خرافات مذهبی است، مبارزه با خرافات مذهبی است و روشن کردن یک حقیقتی در اذهان دیگران و مخاطبانش. از هر 5-6 کلمه که ایشون صحبت میکنه به جرئت میگم 4 تاش فحش خوار مادره و فحشای زشت و اصلا هم توجه نمیکنه که چند هزار نفر در اتاق حضور دارن، ممکنه بعضیشون حتی زیر سن باشن، حالا به اونش کار ندارم، اساسا انسان در اتاق حضور داره و پیر و جوون و زن و مرد و اینا هم مثلا واسش فرقی نمیکنه. و امروز هم متوجه شدم که ایشون این فحاشی رو بر خودش برند میدونه، یعنی میگه اگر این فحاشی نباشه دیگران نمیان اصلا منو گوش بدن و خودش اعتراف میکنه به این موضوع. و آقای واحدی هدف، حالا من چرا این محتوا رو تشکیل دادم، به خاطر اینکه آقای واحدی در پایان اتاقی که مربوط به حوادث اوکراین و روسیه و آقای زلنسکی و اینا بود که آخرین محتوا منظورم، آقای واحدی اشاره مختصری به این موضوع کردن و این بهانه‌ای شد برای تشکیل این محتوا و درست کردن این محتوا. من نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم، قبل از اینکه بخوایم حالا هر نوع قضاوتی بکنیم و حرفی بزنیم، اول بریم صحبت‌های خودش رو گوش بکنیم، چون یه سری سوالاتی ازش میکنن در پیوند با همین موضوعاتی که عرض کردم و یه به هر حال فکر میکنم بعضی از پاسخهای ما در این سوالاتی هستش که از ایشون در این اتاق پرسیده میشه. البته خیلی جاهاشو مجبورم بوق بذارم، هم به خاطر رعایت قوانین یوتیوب، هم به خاطر رعایت شأن این ویدیو. بریم اول گوش کنیم ببینیم حرف حساب این بابا چیه. بله، من با خدا کاری ندارم. من با خدا کاری ندارم خدایش، چون باور به خدا در ذهن شما، در سابجکتیو اکسپریانس شما موجه است. درسته. ولی پیامبر، دین، امام، رساله، اینا ناموجه. کاملا درسته، از جهت عقلانی ایمان و عقل اساسا دو مقوله متفاوتن، اما تو 150 سال گذشته ببینید کسانی که اساسا به ایمان پرداختن، این دو به عنوان دو تا گزینه انتخابی که عقل یا ایمان یک کدومشون رو برگزینیم اصلا درست نیست. یعنی تنش بین این دو. بذاری چیزی بهت بگم. Do you want to be happy or you want to be right؟ اگر جوابی برای این سوال پیدا کردی بهت نوبل میدم. خب جوابش اینه که عقل و ایمان ربطی نداره، با عقل نمیشه سراغ ایمان رفت. دقیقا نمیشه، ولی بعضی وقتا هم ایمانی زندگی. کاملا دقیقا به همون دلیلی که مشخصا مثلا Sometimes you want to be happy, just happy. ببین زندگی خیلی پیچیده. مثلا شما مؤمنید، برای همین من گیر نمیدم به خدا. مثلا شما مؤمنید، مؤمنید به چیزی که فکر میکنید باید در جامعهتون حالا به هر حال. آره، من اگه 40-50 سالم باشه کاری ندارم، بابا زندگیشو بکنه، 4 روز مونده عمرش. همون میشه گفتش به تمام. خب دوستان، این یکی از معدود چطور بهتون بگم، اگر به 100 قسمت بکنیم صحبت های آقای اسکپتیک رو، حالا اگر درستم تلفظ بکنم، اسم عجیب غریبی هم گذاشتن، عکس پروفایلشون هم که دیدی چی جوریه، من اسم دانشخندم که گذاشتم میدونم دانشمنده، دانشخندم که گذاشتم برگرفته از سوریلند بود که استادای اینجوری و میذاشت اسمشون دانشخند، که خیلی هم نمیدونستن اما ادای آدمایی در میوردن که خیلی میدونن، اما حالا یه طنزی توش بود و یعنی توهینم به این من خدا نمیخواستم بکنم،
ولی این منظور که ایشون رو دیدید الان داشت این بحث رو میکرد، از ما اگر به 100 قسمت بکنیم 99 و 99 فحشه، یه فهم کنم همین انقدی که الان صحبت کرد فحشی توش نبود همینقده. اینم هم کلا مثلا یه دقیقه است، یه دقیقه و نیمه، حتی بحث جدی هم میکنه چهار تا مثلا فحش دیگه توش داره. این تا اینجاش بود، یعنی میخواستم اول اینو نشون بهتون بدم که اینجور بحثایی رو میکنه، بحثای مربوط حالا به چه میدونم آتئیسم و خرافات مذهبی و اینجور سوالا. حالا اینکه واقعا علمشو دارن ندارن به قدری، واقعا حقیقتش من بیشتر از 10 دقیقه یک رو پیش وقت نتونستم تو اتاقش بمونم، خیلی هم سعی کردم کنترل کنم خودم رو، هم چون هیچی نداشت واقعا، چیزی نمیگفت که آدم بخواد یاد بگیره، و هم به قدری چرک صحبت میکرد که آدم نمیدونم واقعا یه نفر من خجالت میکشتم یه نفر اکانت منو توی اتاقشون میدید، روی این حساب من نمیموندم تو اتاقش. اما همین مقدارم که رکورد کردم فقط برای همین برنامه بود که مجبور شدم بمونم و اینها رو رکورد کنم. اما متوجه شدید که ایشون در مورد چیا صحبت میکنه. حالا بریم جلوتر، یه سری سوالاتی ازش میکنن که این سوالات برای شناخت ایشون بیشتر کمک میکنه. از اونجایی که اکثر کلاب ها، اکثر اینهایی که تو رابطه ارباب بنده ای دنبال محکوم کردن اخلاق بودن، یعنی به وسیله مستمسک اخلاق میخواستن اسکپتیکو بزنن، گفتم که اساساً اون چیزی که حتاکی هست، اون چیزی که امر قوی هست، میتونه در شرایطی واجد اصلا اون رسمگاری باشه. اصلا عزیزم من استراتژی اینه، من روز اول که منم کلاب ها دیدم ایتیزم و این چیزا انگار تو ایران راه افتاده، من میگم ده ها سال بود دور بودم از ایران، بعد دیدم که اختلاف اساسی که اینا با ایتیزم دارن اینه که میگن شما سیستم اخلاقی ندارید، ما داریم صورتون جا، یه همچین چیزی مثلا بود. بعد ایتیست ها میگن نه ما هیومنیست هستیم و ما فلانی و گفتم آقا ایتیزم چقدر اخلاق داره؟ ایتیزم تا پاسخ به یک سوال همین تموم شده ره. ایزم نیست عملا، اسمش اشتباهه، ایزمی وجود نداره، یه پوزیشنه. بعد من گفتم آقا بسی باحاله، بسی یه کار باحال بگم، گفتم آقا من یه ایتیست بی اخلاقم و این کاراکتر اونجا شکل گرفت. ایتیزم آقا کی گفته اصلا این پیشورز از کجا آوردن که انسان باید اخلاق داشته باشد؟ این پیشورز مال کیه؟ بفرمایید که شما الان دارید دفاع میکنید که نمیدونم بی اخلاق. آقا اصلا کی گفت من میخوام بی اخلاق باشم؟ به تو چه؟ نه ببینید اصلا تو جامعه ایران اخلاق معنی نداره. وقتی اخلاق، یعنی حالا ببینید اخلاق نسبیه و اخلاق فلان اصلا من ندارم، خوبه من کلا میزنم زیر میز. حالا میخواید چیکار کنید؟ نه حتی شما قابلیت چیز هستید، یعنی قابلیت ترویج هم هستید به واسطه رو کردن دست مزورات، یعنی این فکر میکنم میتونه واجد یک حقیقتی بشه. بسیار مرسی ازم، تو آینده خوبی داری، کاش اکانت اصلیم بود فالوت میکرد. آسیه جان بگو، میفرستم ات پایین ازم. آسیه من گفتی حالا اعتراض رو بگم و اینا، یه چیزی که خیلی بهت اعتراض میشه اینه که در واقع تو همیشه میگن که توهین میکنی به اعتقادات میلیون ها نفر. مثلا همین رو بپرسم که یعنی مشکلی اعتقاد، چون من خودم میگم که احترام گذاشتن به انسان ها مهمتره نه اینکه حالا اعتقاداتشون. عجیز دیگه تو کلا با خود اسلام میگی مشکل داری یا اینکه با حکومت اسلامی، یعنی که یه حکومتی بر اساس اسلام؟ من با جنبه سیاسیش مشکل داشتم، ولی در روز دو هفته پیش فهمید از اینجا چیز برمیسن بچه ها بیان اینجا اتاق خلوت. در روز پیش متوجه شدم که یک آموزه هست در اسلام به نام علوم غریبه و پدیده جن که به صورت دولتی در ظرف 42 سال گذشته تبلیغ شده در این کشور و مردم بسیاری مسموم شده ذهنشون که جن وجود داره و برای جن و طلسم میتونن موکل بگیرن. من اینا رو بلد نبودم، همین دو هفته است یاد گرفتم و این شد که من بشم میلیتنت ایتیست. اون موقع من میخوام بزنم زیر اسلام، کلا میخوام اسلام رو بزنم چون اذهان مسموم میکنه. درسته، ولی مشکل با خود مسلمونا که نداری، با اسلام نه مشکل داری. درسته، من با از این رضا منتظر عشق منه. دقیقاً ببین اینا تفکیک کردنش خیلی مهمه عزیزم، انسان با باورش فرق میکنه.
آره یه نفر مسلمان مسلمان باشه واسه خودش مسلمان باشه باشه خودش، ولی از توش بخواد خامنه ای بکشه، از توش بخواد خامنه ای بکشه بیرون دهنش. آره همین، مرسی، من میخواستم به همین نکته دل. آقا دل... وقتی میگی دل آین تو همون دلت نگردار. دقیقا همین دلیه آقا، دلیه مال منه، به تو چه مربوط میاد. خب دوستان تا اینجا شنیدید، این از معدود اتاقایی بود که حالا من دیدید خب بوق گذاشتم تو بعضی از جاها، ولی از معدود اتاقایی بود که وقتی یه جمله میگفت اصلا دو تا فوش دوش داشت. واقعا اینطور نیست اتاقاشا، شما میتونید برید کلاب هاوس گوش بکنید و بشنوید، و الان هم حالا میریم جلوتر میگه که چرا واقعا این کار رو میکنه و اینها. اما به هر حال در این اتاق چون متشنج نبود جوش، پرسش میکردن و ایشون هم خب پاسخ میداد. یه دو تا مورد مثبت بگم. اولا من به عنوان شنونده صدای ایشون خیلی صدای گیرایی هست، صدای جذابی هستش و این انکار کردنی نیست، و ای کاش من همچین صدایی داشتم. این یه مطلب، من خیلی دوست دارم صدای اینجوری رو. این یه مطلب. مطلب دوم این که اگر در حسن نیت ایشون شکی نکنیم که واقعا ایشون علم مبارزه بر علیه خرافات مذهبی رو به معنای واقعی کلمه، یعنی دغدغه احساس کرده به عنوان یک انسان و خواسته مبارزه کنه با این خرافات مذهبی و اومده، خب این هدف هدف خوبیه تا اینجای کار. اما هزار تا اما اگر داره، حالا در ادامه میگم. یکی از اما اگرهاش اینه که از ایشون اصلا کی هستن، چه سوادی دارن، چقدر علم دارن، و از همه مهمتر از کجا معلوم ایشون اکانت سایبری جمهوری اسلامی نباشن. دلیلش هم بهتون میگم چرا نباشن، بی دلیل نمیخوام اتهام بزنم. این سوالات ها نمیگم هستن ایشون رو، حالا به اون اگرش و اینا رو فقط یکی دوتا کوچولو خواستم بگم که این اگر هم هستش که واقعا ایشون این هدف رو دارن یا خیر، ولی ما میگیم واقعا این هدف روشنگری رو دارن و این خوبه. این دو تا مطلب. و این یه چیزی که برای من جالب بود از این صحبت شنیدم، حالا این سوالاتی که ازشون کردن، اول گفتش که من اول با، حالا اون مضمونش این بود که با چیزی به نام اسلام سیاسی مشکل داشتم، پس از این که در همین یکی دو هفته اخیر شنیدم که در اسلام چیزی هست به نام موکل گرفتن و جن گرفتن و از این صحبت ها، به این نتیجه رسیدم که باید با کلیت اسلام مخالفت کنم. خب حالا من هیچ وقت توی این مقولات کاری نکردم، یعنی دایه‌ای ندارم برای مبارزه با خرافات مذهبی، در حد این که بشنم صحبت های استاد مشیری رو گوش کنم و امثال آقای مشیری رو، اما میدونم که در اسلام برای کسایی که این خرافات مذهبی رو به هر حال روشنگری میکنن و باش مبارزه میکنن، اینقدر سوراخ داره، اینقدر حرف داره، اینقدر سوال هستش، از همون قرآن میتونی گیر بیاری تا به هر حال اون چیزهایی که به نام روایات و احادیث قدسی نسبت میدن به پیامبر اسلام و ائمه. مثلا در همون قرآن اینی که خب کنیز بگیری وجود داره، اینکه سنگسار بکنی وجود داره، احکام قصاص وجود داره، زن ناشزه وجود داره، زنا بکنی باید نمیدونم چی کار بکنی به قتلش برسونی و هزار تا چیز اینجوری وجود داره که علاوه حقوق بشری و علاوه انسانی و خیلی جهات به هر حال زیر سوال میبرن دیگه، امثال آقای مشیری و کسانی که دارن این با این خرافات مذهبی مبارزه میکنن، و هزار و یک چیز دیگری که در احادیث وجود داره که حالا از کافی بگیر تا چیزای دیگه. یعنی حالا اینا چرا گفتم، این که ایشونی که داعیه این رو داره که قبل از اون با اسلام سیاسی که به هر حال تجسمش جمهوری اسلامی هستش با اون مبارزه میکرده و تا به حال از اسلام چیزی یعنی نشنیده، هیچ نکته منفی به گوشش از این چیزهایی که گفتم مثل قصاص و هزار تا چیز دیگه به گوشش نخورده، وایساده وایساده تو این یکی دو هفته اخیر اسم موکل شنیده، اسم جن شنیده، بعد به این نتیجه رسیده اسلام بده، بعد به اسلام مبارزه کنه، یعنی تا به حال هیچ چیز بدی دیگری از اسلام نشنیده بود که به این نتیجه برسه. این چیزاست که یه خورده آدمو تکون میده یا مثلا سوال توی ذهنش ایجاد میکنه. شاید ایشون پاسخ داره البته برای اینها، من اون چیزی که شنیدم و دارم بلند بلند فکر میکنم با شما در جریان میگذارم. این چیزی بود که حالا من از این صحبت رو فهمیدم. و این که ایشون یه اتاقی بود، اکبر خوشکوش که اومد، اکبر خوشکوش این روزا خیلی توی اتاق کلاب خاص حضور پیدا میکنه،
و ایشون شروع کرد حالا فوش خواهر مادر دادن به اکبر خوشگوش. متقابلا اکبر خوشگوش هم جوابش رو داد. من اول فکر کردم میشناس اکبر خوشگوش رو و به واسطه کارنامه ای که ایشون داره، حالا اتهاماتی که به ایشون منتسب میکنن مثل قتل فریدون فرخزاد و زندیات بختیار و و و رو این حساب داره به ایشون این فحاشی ها رو میکنه. بعد که اکبر خوشگوش رفت پایین، تازه پرسیدیم بابا کی بود، یه نفری گفت آره ایشون نمیدونم شکنجه شده، منظورشون فیلمه که توی یوتیوب هستش، همسر سعید امامی و خود اکبر خوشگوش تو این بازجویی یا برای تحت شکنجه قرار میگیرن. و بعد یه حالتی که پشیمون شده حالا به این آدمی که اینجوری تحت شکنجه بوده فحاشی کرده، گفتش ای کاش این کارو نمیکردم، چرا این بنده خدا رو من بهش فوش دادم و این بنده خدا شکنجه شده بود، مغزش ریخته به همین آدم اینقدر زیر فشار بوده و اینا، بیاریدش بالا، بیاریدش بالا، من ازش عذر بخوام. و کسی که میگه من با اسلام سیاسی مبارزه میکردم، خب نماد اسلام سیاسی یا تجسم اسلام سیاسی برای یک ایرانی خب جمهوری اسلامیه دیگه. مگه میشه کسی که مبارزه بکنه نام اکبر خوشگوش رو نشنیده باشه؟ اصلا چیزی به نام قتل زنجیری به گوشش نخورده بود، اسم اکبر خوشگوش به گوشش نخورده بود، اونجوری که برای خودش ادعا میکرد. و بعد دلش برای اکبر خوشگوش بسوزه، جالب اینه که بیارید بالا من عذرخواهی کنم ازش، یاد دلش در بیارم. اینم یه چیزی بود که من الان به ذهنم اومد خواستم بهتون میگم. بریم بقیه حرفاشو گوش کنیم. آقا این تایتل اینه که مصطفا چیه؟ این الگوی خروج از وضعیت اسفناک فعلیه. بابا این چه چیه آخه؟ بابا موجه چی راجب چی تو بعد منم راجب الگو بعد الگو رو بزنه؟ نه بیا همین دار راجب یا نداره عزیزم، جدایی دین از سیاست رو داریم توش و یه سری سیاست مدار رو که همین بگو اونا بیان اینجا، بگو بچه‌ها تو بیان اینجا. من گفتم اسم نباشه تو تایتلت و اینا، می‌خواستم سیاست مدارا رو بیارم تو بازی. سیاست مدار میاره آخه چیکار بگم سیاست مدار رو؟ کی مثلا کیو میخوای بیاری؟ نام بزرگاشونا، نامبر حقیقی، صادقی، نماینده مجلس. نامبر حقیقی چی بهش بگم مثلا راجب چی؟ آقا نامبر حقیقی خوبه، باهاش کاری نشه، ولی میدونم چی خب مثلا راجب چی تو من چی گفتگویی ندارم باهاش. آدم هستش اینا میان همشون توی اسکیجوال مستقیم میان. آخه میدونم چی راجب اختلاف نظر من چی با اونا. اختلاف نظرمون خیلیه. من بلد نیستم اینا رو، تو بلدی برو داشون دعوا کن. من نمیدونم موضوع چیه. نایزم اگه میخوای افراد تو برد بیار اینجا، اینم بردار از اینجا. باش میرم بیارم اینور. باش باش. تایتل بذارید توضیح بدم بهت پس بعدش این کارو میکنیم بعد. الگوی خروج از وضعیت اسفناک فعلی. من نه بلد نیستم. من از این چیزا بلد نیستم. عزیزم شما بچه‌ها تا خواستم بیا تو این روم با منم دیگه کار کنیم. بلد نیستی اینا؟ من اینا باید یاد بگیرم. من تو این چیزا نیستم. اسکوم گیر من پلن سیاسی من چه میدونم سیاست چیه؟ شما پلن داری که چجوری میخوای خارج بشی از این اسفناک؟ دو تا سیاست مدار اون اینا شما راه حلی برای آچمز دارید؟ خامنه ای باید بمیره ان شاء الله یه آدم بهتر بیاد. تمام شده رفت. من میرم اونور میارم میبرم الان بچه‌ها رو برام. میخوام بهت بگم پدیده اسپکتی که توی دوربین خانواده ما فکر کن دو هفته از گوشی دست من، من دارم همیشه صحبتاتو رو گوش میکنم. یه چند روز پیش مامان گفتش که این چیه تو همش داری؟ گفتم یه شخصی صحبت میکنه یه کاری کرده که من فکر کنم بیشتر فکر کنم. چند روز پیش همون گفت بیا ببینم چی میگه، راجع به فمینیست داشتین صحبت میکردین، گوشی رو گذاشتم رو میز که مامانم صحبتاتو بشنوه. یه خورده که گذشت صحبتات براش جذاب بود، جوری که کنترل ورداش صدای اینترنشنال رو کم کرد که به حرفای تو گوش بده. یه 4-5 دقیقه که دیدم جذابیت داره، ناگهان یکی اومد بالا یه چیزی شد، تو یه دفعه گفتی برو همینجا. مامان بغل یه فاصله 2 متری به هم نگاه کردیم، گفتم که فقط یه خورده فوش میده دیگه اینا. یه خورده گذشت دوباره این اتفاق افتاد، دوباره چیز شدید فوش دادی. و یه جمله مامان گفت امید هر چقدر که این حرفاش خوب باشه ولی من نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. میخوام چیزی که بهت بگم، شاید تو استیجای بعدی اگر تو الان میتونی بگی با میتونه دور خادمی من میتونه ولی جلو تو نمیتونه. رفته نصب کرده باور کن امید. دقیقا توی استیجای بعدی شاید این اتفاقی تو خونه ما افتاد. نه عزیزم من که روشم رو تغییر نمیدم که، ولی این بهترین مارکتینگ تول منه قربونت برم. به خاطر فمینیستی نیست که مردم میان اینجا، که به خاطر این فوشا و این آنپردیکتبل بودن منه. حالا بذار بعضی چیز رو نگم به
نه این کار نخواهم کرد. این به استریت مارک من عزیزم، به مامانت بگو بر یوش. درود جناب اسکپتیک، این پدیده‌ای که به عنوان شکاکی شما را انداختیم و خیلی الان پیشگام شدیم و دنبال شما را بریم، پدیده نوظهوری خودتونم میدونید نیست اصولا، و همین الان در ماهواره ها و خیلی شبکه های سوالتو بگو کار دارم. میخوام بگم افراد زیادی هم دارن این چی میخوای بگی؟ نه میخوام بگم این با عقلانیت بالاخره تا کجا میتونه جامعه رو پیش ببره که الان این موضوعی که افتاده که الان آخری داره به نظره که بیشتر جامعه از اونجا به بعد دیگه نمیشه تا اونجاست. عمران جان بگو. واقعا من نمیدونم دوستان این جان من به من بگی چرا ناکن این سوالی که مثلا این بنده خدا پرسید ازش و چیزش رو حواله سوالش کرد که حالا ما بوق گذاشتیم براش. خب این سوالی بود، چون که سوالش که خیلی پیچیده نبود، سوال خاصی نبود که، و از هر شخص دیگری که کمی تحقیقات در پیرامون این موضوعات داشت میتونست بپرسه و در کمال احترام هم پاسخش رو میدادم و میگرفت. در همین کلاب هاوس هم آدم های مختلفی هستن که میتونن راحت پاسخ ایشون رو بدن، مثل آقای سروش و خیلی های دیگه. حالا سروش رو قبول نداری، جلالی تهران، جلالی تهرانی نداری، ایمیل بزن به مشیری، خودت برو مطالعه کن، یعنی اصلا اینقدر منابع وجود داری که پاسخت رو بگیری. ولی تو میری از کسی روی استیجی که چندین هزار نفر حضور دارن سوالی میپرسی که هر آن ممکنه ایشون بهت فوش ناموسی بده، هر آن فوش ناموسی داره اصلا که به خودت فوش بده، شخصیت خودت رو زیر سوال ببره، هر آن ممکنه این کار رو بکنه، و واقعا اون سوال اصلا چقدر ارزش داره. بعد اینکه یه موقعی هستش مثلا تو یه سوالی از یه شخصی میپرسی که فقط ایشون اون جواب رو داره، و حالا پیشم به تنت میمونه میگه ببین آره رو فوشم داد که داد، ولی مهم اینه که من پاسخ سوالم رو بگیرم. اولا که اینطوری نبوده که، این سوالی نیستش که چیز باشه که. و بعد هم شما خوب سطح علمی ایشون رو بالا در همین 10 15 20 دقیقه‌ای که گوش کردیم از دیالوگایی که برقرار کرد پیرامون موضوعات که حالا ازش میپرسیدن، من فهم میکنم تا حدی دستتون اومد دیگه، خیلی گیج نیستیم دیگه ما. و این خیلی عجیبه برا من که چرا چند هزار نفر میرن از آقایی که صدای گرمی هم داره، دانش قندی که صدای گرمی هم داره، از سیاست هم چیزی نمیفهمه، ادعا میکنه که با اسلام سیاسی میخواست مبارزه بکنه ولی از سیاست چیزی نمیدونه، ما به ازای حکومت اسلامی و اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی باشد از سیاست جمهوری اسلامی چیزی نمیداند، از کارگزاران جمهوری اسلامی چیزی نمیداند، از فسادهایی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته چیزی نمیداند، هرچند اینقدر باز شرافت داشت که گفت من چیزی نمیدونم دمش گرم، ولی خب با یه همچین کاراکتری طرفید. من این اتاقو بالاخره خیلی گشتم پیدا کردم که کمتر بوق بذاریم، و سوالاتی هم که کردم مهم بود برای شناخت بیشتر این منده خدا، بدون اینکه حالا بخوایم سانسورش بکنیم و اینها، این اتاق پیدا کردم و خب سوالاتی هم شد که به این بحث ما کمک میکرد. خب تا اینجا بسه، و اگر بیشتر میخواید از این بنده خدا بشنوید و بدونید میتونید به اتاقاشو گوش بکنید. من توصیه نمیکنم اتاقاشو گوش بکنید، خودتون دوست داشتید منظورم هستش. اما آقای مشتاق واحدی صحبتی کردن در کلاب ما پیرامون همین آقا و آدمایی مثل این آقا که مضرات و معایب حضور این جور افراد در فضای مجازی و بالو پر دادن به این جور افراد، اون هم افرادی که دست میذارن بر روی یک نقطه حساس به نام دیانت مردم. من اعتقاد ندارم که همه اعتقادات محترم هستش، چون که هیتلر هم اعتقاد داشتش که یهودی ها رو باید بکشی، اساسا قابل احترام نیست که، بعد به اون توهین کرد به اون اعتقاد. اما دیانت مردم مخصوصا چه بخوایم چه نخوایم، به هر حال مردم ما مسلمان هستن، بعضی هاشون اعتقاد دارن و این اعتقادات هم لزوما به کسی لطمه نمیزنه، یعنی طرف تو خونه خودش یه نمازی میخونه، تو خونه خودش یه روزه میگیره، تا همون منزل خودش حالا به ابوالفضل و عباس و اینا هم اعتقاد داره و مثل این آخونده حقنه نمیکنه، به زور نمیخواد به خورده کسی بده اعتقاد، مثل پدر مادر خودمون، حالا مقصودم اینجور افراد هستش. و
به هر حال درست نیست توهین بکنیم به اینجور افراد، مقصودم این هاست. و این آقا و همسال اینجور آدم ها که به نام مبارزه با خرافات مذهبی میان و با اینجور ادبیات هم میان، دقیقا باعث میشن که جمهوری اسلامی عواملش و هسته سخت و متسلب و خوشیگر قدرت بگه که تمام کسانی که به هر حال با نام مبارزه با خرافات و اینها قدم گذاشتن، به نام روشنفکر قدم گذاشتن، از همین جنسن و اساساً به دنبال از بین بردن تمام اعتقادات شما و توهین به تمام اعتقادات شما هستن. بارها و بارها دیدیم در تبلیغات تلویزیون و اینجور آدم ها ناخواسته، من باز هم میگم ناخواسته، نمیخوام الان تهمتی بزنم به اینجور افراد، ناخواسته میفتن در دام پروپاگاندای جمهوری اسلامی با اینجور ادبیاتی که در این فضا به واسطه چه بخوایم چه نخواهیم مخاطب زیادی که دارن و به واسطه این مخاطبای زیاد این ابزار رو و این بهانه رو دست جمهوری اسلامی میدن. بریم با هم، خیلی ببخشید زیاد حرف زدم، بریم با هم صحبت‌های آقای بایدی رو گوش کنیم. متشکرم. ببینید من خب هیچ وقت مخفی نکردم، الان دوباره فقط اینو پیش خودتون باشه و چند میلیون نفر که گوش میکنن کسی نفهمه که من مذهبی هستم، دوباره اینم نران افشا کنم. ببینید من دو نکته جداگانه میخوام خدمت شما بگم. یکی این که ما بدون تعارف شاید یکی از قابل اتکاترین بخش های اپوزیسیون، نمیخوام بغیر نفت کنم، احتمال مذهبی ها هستن که مذهبی هایی که برای عقیدهشون تا پای جان میایستن. این دیگه تعارف برداره، من نمیخوام بگم غیر مذهبی ها نمیایستن، چرا ما غیر مذهبی هم داریم که در کشورهای مختلف برای خاکش آبش برای میهنش برای اعتقاد برای علاقمندی هاش جانش رو هم میذاره. اما اونی که به نظر میرسه که اون قشری که حالا شاید دیدگاه اصلا کاسب کارانه باشه، بدون تعارف طرف بخواد اینجا از شر لند خانمش راحت چه بره بهش حوری بگیره، حالا به هر دلیلی من کارش ندارم، ولی با یک نگاه مذهبی، با یک نگاه اعتقادی، با یک نگاه هر چیزی، اون آدمی که مذهبی اتفاقا اگر واقعا برانداز باشه خیلی قابل احترامه و ما بهش نیاز داریم. یعنی ببین اصلا حتی دیدگاه بیزینسی هم بهش نگاه کنی بهش نیاز داریم. اما داشته باشید کنارش، من دو ساله دارم میگم بایستی هر نوع تبلیغ مذهب در رسانه‌های عمومی ممنوع بشه، برای اینکه مذهب سواری یکی از عناصر حفظ این حکومته. ولی معنیش نیست که به مردم نگیم آقا والا بلا اصلا من کاری ندارم اسلام چی بوده، اصلا هر چی بد یا خوب، به خدا، به پیغمبر، نمیدونم به ایران قسم، به هر چی میخوان قسم بخوریم، اصلا جمهوری اسلامی دغدغه مذهب نداره، دغدغه هلال شیعی نداره، دغدغه اسلام نداره. جمهوری اسلامی ببینید روابطش الان با چین کمونیست و روسیه کمونیست بهتره یا با عربستان مسلمان؟ اصلا میگه عربستان عامل آمریکاست، این همه کشور تو دنیا وجود داره، رابطهش با مثلا کشور بی‌طرف مثل سوئد بهتره که حالا بالاخره یک ناقوس کلیسارش به سر در میاد، یا با چین کمونیست، با روسیه کمونیست؟ خب این پس مشخص اصلا دغدغه دیانت نیست، دغدغه فقط حفظ حکومته. خب در این شرایطی که ما بیایم، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید، اینکه یهو یک پدیده میارم اسپکتیک ظهور بکنه که همه حواس ملت چون اون کلاپاس نگاه کن لیستشو، یه خط درمون اسپکتیکه. ای اشکال نداره شما بگید موقع میری تو اتاق آقای جلالی امیری، من احترام براش میذارم، ولی خلاصم چیز یاد میگیره حتی اگه قبول نداشته باشه، یا حداقل به تفکر وادار میشه. آیا واقعا از اتاق اسپکتیک شما وادار به تفکر میشید، فکرتون باز میشه، کشف جدیدی میکنید، اطلاعاتتون اضافه میشه؟ نه، فقط یک دعوایی را افتاده که در شرایطی که دنیا اصلا به هم ریخته داخل کشور، شما ببینید تو این اتاقا یک نفر در مورد حسین رونقی حرف نمیزنه، اما همین اسپکتیک. خب من میفهمم این اگر نگم رسما بازی جمهوری اسلامیه، میگم حداقل جمهوری اسلامی برش سوار شده. خب حالا اینو داشته باش، شما اون برش برای خیلی افراد مذهبی ما داخل کشور داریم، بعد یا خوب من کاری ندارم. شما ببین من به شخص معتقدم که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی روزهای آخر عمرش اصلا اگر ارتباط با خدا نداشت قبل از مردن در سمرزی دق می‌کرد به خاطر رفتاری که با شده بود، ولی یه پیوند حالا شما ممکن میگه هر جور تعریفش کنید، ولی یک پیوند مذهبی داشت برای خودش با نگاه خودش، قطعا یادم مذهبی بوده. شما نمیشه بیه بگی من طرفدار سلطنت هستم ولی از اول تا آخر دین رو بهش فحش میدم. یعنی بالاخره این تعارض داره. اگر واقعا شما قبول دارید اون آدم رو، نمیخوام بگم شما پیرو اون آدم باشه رسول مذهبی، اما این قبول دارید اون آدم یک آدم هوشمندی بوده که واقعا بوده، اگر فکر کنید آدم دلسوز برای دین بوده، برای اسلام بوده، برای ایران بوده که قطعا بوده، اصلا دیگه حتی دشمنانش الان نمیتونن این کار بکنن، خب اون آدم نگاه مذهبی هم داشته. در شرایطی هم ببین
حکومت رو در جایی تحویل گرفته که پدرش بسیار از عناصر مذهبی رو از بین برده بود، یعنی مشکلی نداشت میتونست ادامه بده، ولی به هر حال معتقدم خودش اعتقاد داشته، از اون ور حتی اگه اعتقادم نداشته که به نظرم داشته قطعا فضای جامعه ایران رو خوب میشناخته. نمیشه با ضدیت به خدا امروز حداقل جواب نمیده، شاید 5 سال دیگه شد، ولی امروز ضدیت با دین چیزی رو حل نمیکنه. بازم تاکید میکنم ما بایستی ذهنمون رو پالایش کنیم. بسیار از عقایدی که به عنوان دین به خورد ما دارن به خدا دین نیست، کاسبی آخونداست. من پدر خودم معمم در میارم میذارم، بسیارش کاسبی آخونداست، اصلا دین نیست. شما اینم ازشون بگید چیزی که کاسبی درست میکنن. به همین جهت ببینید من معتقدم که ضربه ای که ما از این ناحیه میخوریم کمتر از ضربه جمهوری اسلامی نیست. به همین جهت معتقدم که این بازی یا بازی جمهوری اسلامیه یا جمهوری اسلامی سوارش شده. میگم شما نگاه کن الان چند روزه حسین رونقی به عنوان یکی از کسانی که اصلا مظهر شجاعت خودش و خانوادهش زندانه. شما تو کلاب هاست یه جای اسمشو میبینی ولی الا ماشاءالله اسپکتیک، این به نظر شما عادیه؟ چون دیدن این آدم جلال و واقعا شما نگاه کن در یه حدی هم هست که میگم، بازم دارم میگم آقای جلالی امیری، آقای بهرام مشیری هم دیدگاه‌های ضد مذهبی دارن یا حداقل روشنگرانه دارن، ولی آدم میره میشه گوش میکنه، هیچ کس هم تحریک نمیشه، کسی فکر نمیکنه که اینا اومدن که اصلا اساس اسلام رو بزنن، با اینکه خیلی اتفاقا ریشه اینا میزنن، اما رفتاری که اون آقا میکنه یا اون خانم میکنه یا هر کسی میکنه که مشخصا نیست اصلا چه جنسیتی از کجا اومده و کجا میخواد بره، این به نظر من در خدمت جمهوری اسلامی. یک کلام خلاصه کنم، من اولویتم برداشتن جمهوری اسلامی، یعنی حتی اگر کسانی ببینید حتی اگر کسانی معتقدن که اسلام درد سر خانه زندگیشونه، باید جمهوری اسلامی بره تا اسلام بره، تا جمهوری اسلامی هست از اسلام سواری دست بر نمی داره، برای اینکه هنوز تو جامعه ایران مذهب کارکرد داره، چون مذهب کارکرد داره جمهوری اسلامی تا روزی که باشه از این ابزار استفاده میکنه. اگر کسانی با جمهوری اسلامی با اسلام مشکل دارن باید تلاش کنن جمهوری اسلامی بره. با بودن جمهوری اسلامی صدها جلالی آقای سلیمانی امیری، صدها بهرام مشیری و صدها اسپکتیک هم نمیتونن اسلام را از بین ببرن. کما اینکه من مثال بارها زدم، ببینید در بین حالا در مقایسه آقای سلیمانی امیری که واقعا بحث علمی میکنه، ولی در حجو گفتن تمام اینها انگوش کوچیکه ایرج میرزا هم نمیشن. ایرج میرزا چقدر در مذهب زده از جامعه را موفق بوده، هم شعراش زیباست انصافاً، هم تمثیلاش قشنگه، هم جذابه، ولی چقدر موفق بوده؟ اگر اون موفق بود اسپکتیک هم موفقه، یعنی اگر زبان هنری و مؤثر ایرج میرزا اثر کرد اسپکتیک و دیگران هم مؤثر خواهند بود. به هر حال من دارم میگم، خودم بارها گفتم به طور کلی باید هر نوع تبلیغ دین در رسانه‌های عمومی ممنوع بشه، به خاطری که بهترین ابزار فقط در ایران هست. شما ببینید الان هر جای دنیا آشوبه، طرفش به خصوص مسلمان هستن. شما تو چچن نگاه کن، الان واقعا آدم احساس شرم میکنه، آدمی که اسم مسلمان روشه اومده پشت سر پوتین وایساده، از جمهوری اسلامی هم که آقای رئیسی و آقای شمخانی پشت سر آقای پوتین وایسادن، از کشور دیگه هم بشار اسد مسلمان هم پشتش وایساده، فردا اگه روشون بشه آقای اردوغان ترکیه هم نصف کاری وسط لحاف خوابیده، یه روز از این ور یه روز از اون ور، حالا گفته یار قانون افتاده، آدمی که اصلا به تنها چیزی که اعتقاد نداره قانون، آقای اردوغان گفته من اصلا قانون نمیتونم کشتیهای روسی رو جلوشون رو بگیرم. خب ببین واقعیتش اینه که ما هر چی ضربه داریم می‌خوریم از مسلمان‌ها، تا می‌خوریم مسلمان‌ها حاکم، اما راهش هم این نیست که دین ستیزی اونم در حد به صورت مبتذل بکنیم که عده زیادی علیه خودمون تحریک کنیم. بی دینی، دینداری، اینا مسئله شخصی باید بره. من بارها گفتم خدا شاهد من نه حالا هیچ وقت در زندگیم حتی به دخترم نگفتم تو، یک بار به دخترم نگفتم نماز بخون، یک بار به دخترم نگفتم حجاب بشه. بله تا زمانی که ایران بودیم قانون بود، همون موقعی ما ساکن ایران بودیم هر بار از ایران می‌رفتیم بیرون دخترم بی حجاب بود، که حتی یه بار گزارش کرده بودن به مراکز حکومتی که یکی از همه قاضی حداد ما رو تو دبی دید و رفت و گزارش کرده بود که همین که تازگی مرد قاضی عجیب غریب، گفت واحدی با دخترش اشنا دخترش بی حجاب بود. ببین یعنی من دارم به شما میگم که خودم با اینکه مذهبی هستم ولی هیچ وقت فشار نیاوردم، اما دارم میگم مذهب ستیزی باور کنید الان نه تنها کمکی نمیکنه برای سرنگونی حکومت، بلکه باعث خواهد شد که حکومت بهانه پیدا کنه سرکوب کنه و بهانه پیدا کنه سینورا رو دور خودش جمع کنه. بله من با روشنگری موافقم، اما با ستیز با مذهب موافق نیستم و معتقدم نه تنها اولویت نیست بلکه ضد اولویت. بله دوستان دقیقاً این صحبت‌های آقای واحدی منظور نظر من بود. من از اول این محتوا سعی کردم که خوشبینانه نسبت به این آقا حرف بزنم، به تحلیلی اگر دارم خوشبینانه صحبت بکنم، هرچند نگاه بدبینانه‌ای هم وجود دارد، اما خوشبینانش اینه که ایشون واقعا دغدغه مبارزه با خرافات رو دارن
و میخواد روشنگری بکنه. این نگاه خوشبینانه است. اما این نوع ادبیات و این روندی که دارن ایشون طی میکنن و اتاقهای شلوغی هم که دارن، چندین هزار نفر هستن به هر حال داخل اتاقهاش، همین میشه ابزار پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای زدن اپوزیسیون. حالا ایشون اساسا خوش اصلا سیاسی هم نمیدونه، ولی جمهوری اسلامی این کار رو خواهد کرد و ایشون رو منتسب خواهد کرد به عوامل ضد انقلاب به قول خودشون. و از همه مهمتر ابزاری میشه برای دروغ پردازی های جمهوری اسلامی نسبت به افرادی که به دین خودشون حساس هستن و این افراد هم دین خودشون رو در حوزه شخصیشون نگه داشتن، مثل خیلی از پدر مادرهای ما، نه سیاسی هستن نه به دنبال اون چهره طالبانی و فاشیستی از دین هستن. یه اعتقاد دتکی، خیلی ببخشید نتونستم تلفظ کنم، دتکی دارن و در حوزه و حریم شخصیشون هم میمونه و اتفاقا بسیاری از اونها هم با سیاست های جمهوری اسلامی مخالف جدی هم هستن. اما وقتی میاد، مخصوصا کسی که حالا عوام هم باشه، وقتی جمهوری اسلامی بیاد امثال اسپکتیک رو پروموت بکنه و این رو معرفی بکنه به عنوان نماد کسانی که با جمهوری اسلامی مخالف هم و در فردای ایران بدون جمهوری اسلامی میخوان بیان ظهور بکنن و اینطور میخوان به اعتقادات شما توهین بکنن، مطمئن باشید، مطمئن باشید جمهوری اسلامی به هدفش خواهد رسید با این کارهایی که همسر این آقا دارن میکنن. من یه نگاه بدبینانم دارم، من اگر نگم تو دلم میمونه و باید بگم. کلاب هاوس رو من میشناسم، بالاخره متخصص در این فضا هستم و تولید محتوایی داریم میکنیم، خوب و بد، ضعیف و قویش هم کاری ندارم. اتاقها را میدونم چه اتاقهای شروع میشه، چه تایتل هایی رو مردم دوست دارن، بماند که اساسا در همه دنیا تایتل های زرد و جنجالی باعث میشه که حالا چه تو اینستاگرام باشه چه هر پلتفرم دیگه باشه، باعث میشه جمعیت زیادی جمع بشن و در موردش بپرسن و به هر حال شلوغ باشه. اما در کلاب هاوس رو من بیشتر تسلط دارم. من فکر نمی کنم بدون کمک عوامل سایبری شخصی که هیچ شناختی قبل از اون وجود نداره نسبت بهش، کلن دو سه هفته ظهور کرده و اساساً هم حرفی نداره برای گفتن نسبت به اون چیزی که داره شعارشو میده، یعنی روشنگری و مبارزه با خرافات، و افراد بسیاری وجود دارن، بسیاری وجود دارن در همین کلاب هاوس که هم درسش رو خوندن، هم بسیار انسان‌های محترمی هستن و هم پای صحبتاشون نشستن و گوش کردن و اتاقهای مختلفی هم برگزار میکنن، تا همین کلاب خلیج فارس برگزار میشه و اینها بسیار هم روشنگری میکنن، اسامیشون هم برده های واحدی، ولی میبینیم که نهایتاً 500 نفر 200 نفر خیلی بهتره کنه 1000 نفر در اتاقاشون حضور دارن. اما این آقایی که هیچ چیزی هم برای عرضه نداره جز پوش خار مادر، میبینیم چند هزار نفر هستن. من باورم نمیشه بدون کمک عوامل سایبری ایشون انقدر جمعیت بیاد داخل اتاقاش. حالا این عوامل سایبری اگر نگاه خیلی بدبینانه باشه، اینه که دستش در دست جمهوری اسلامیه، این نگاه بدبینانش. نگاه خوشبینانش هم اینه که ایشون برای اینکه خودش بخواد پروموت بکنه، حداقل اون اوایل کارش ممبر فیک بگیره و میشه البته این کار، و بریزه داخل اتاقهاش و مطمئن نباشید وقتی 10 روز 15 روز شما بیه داخل کلاب هاوس ببینید یه نفر مدیر به نام اسپکتیب یا مهدی هر کس دیگری تازه هم اومده باشه یا قدیمی هم باشه، کار ندارم، و اتاقایی که میذاره همون اول 2-3 هزار نفر جمع میشن، مطمئن باشید که دیگه شما نسبت به اون نام حساس میشید و از یه تاریخی به بعد دیگه ایشون احتیاج به ممبر خریدن هم نداره، اتاقا شلوغ خواهد شد، چون همه میگن خب بالاخره این اتاقاش همیشه شلوغ میشه و کلا این نامش خودش میشه یه برند و اتاقا شلوغ میشه. من هم نگاه بدبینانه رو گفتم و خوشبینانه رو گفتم، اینو میخواستم بگم، عرض کردم دلم مونده بود، این نظر منه. ولی به هر حال فارغ از این قضاوت ها، نتیجه کار اینه که این بازی کردن تو زمین جمهوری اسلامیه و نباید کرد و نباید باج داد، نباید این افراد رو پروموت کرد، نباید تو اتاقاشون رفت از نظر من و نباید تو بازیشون شرکت کرد. برای حسن ختام این اتاق من عرض کردم ایشون یه کلمه که یه جمله که صحبت میکنه
دو سومش حداقل فوشه. این امروز که باهاتون صحبت میکنم یعنی دوشنبه، آقای اسپکتیک در اتاق حضور پیدا کرد که امیر عباس فخرآور در اون اتاق بود و آقای فخرآور به دنبال، حالا نمیخوام بگم به دنبال این بود که فالوور کسب کنه و اینها، چون این اتهام رو میزنن به ایشون، ولی به هر حال ایشون انتقاد داشت نسبت به رفتار این آقا و فحاشیایی که میکنه و البته مخالف نبود با این کارش که ادعا شد داره، یعنی روشنگری و مبارزه با خرافات، نسبت به فحاشی ایشون انتقاد داشت و اتاقی برگزار شد و آقای اسپکتیک هم اومدن. برای حسن ختام جالبه، بریم گوش کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. میبینن این قضیه رو و خودش تعبیر به شجاعت میکنه، ولی شاید جلوی شجاعان هیچ وقت نبوده. الان چه مدت این اتاق رو گذاشتین؟ الان من فکر کنم نیم ساعته ایشون تشریف نیاوردن. فکر کنم بیشتره الان. فکر کنم 40 دقیقه است. حدود یک ساعتی داره میشه. آهان بله، پایین نشسته. 12 دقیقاً یک ساعته، بله. پایین نشسته. ولی بله. در محضر شجاعان نمیتونه بیاد آن کار دیگر بکند. میتونه تو کوچه خلوت وایسه. آقای فخرآور اجازه. نه تونی ببین، یه واقعیته. یه واقعیت، در بازه، چرا نیومده؟ میاد، بذاریم. 5% باقی مونده، شما 2-3% ارزشی ها هم بذار کنار. یعنی ایشون آقای، حالا که داریم صحبتشو میکنیم، اسکپتیک، برای 2% باقی مانده جامعه داره این فرهنگ فحش های آلت تناسلی رو رواج میده. واقعا ارزش داره ما برای 2% جامعه به 98% جامعه توهین بکنیم؟ من فکر نمیکنم این ارزش وجود داشته باشه. اسکپتیک خوش اومد. مرسی، من سوال کرد از جوابش بده، مونده تو جواب فعلا. آیه خیلی ببخشید، من اینجا یه لحظه دختر کوچولو اومد داشتم حرف می‌زدم، ببخشید. چی شد؟ جوابو بده، سوال باحالی بود. یه سوالی دارم. خیلی خوش اومدین آقای اسکپتیک، بفرمایید یه بار دیگه. ببخشید، شما کی هستید؟ بچه پشتی. اگر شما تصمیم داشته باشی با اون ادبیاتی که با سایرین صحبت می‌کنی اینجا صحبت بکنی، چون اینجا اتاق شما نیست. من گفتم بچه خوشتیپ، شما مثلا بچه بدتیپ برخوردم، مثلا گفتم چه مثلا خوشتیپ اومد چی بود. خب من ایشون رو فرستادم توی آدینس، خواهش میکنم اگر عزیزان اجازه بدید، چون من علاقه ای ندارم، ایشون میخواد تو دوران لخت بودن انسان ها زندگی بکنه، من علاقه ای ندارم تو اون دوران زندگی، ولی هر وقت تصمیم گرفت، هر وقت تصمیم گرفت از کلامی که مخصوص خودش استفاده نکنه، چون اینجا دیکتاتوری ایشون نیست، ما در یک استیجی نشستیم که توی این استیج میخوایم یک پدیده ای رو بررسی بکنیم و من نمیخوام ایگنورش بکنم. ایشون یک پدیده است، رفتارشون یک پدیده است و نمیشه ندیده گرفتش، ولی اگر میخوایم ببینیم اگر این آسیب اجتماعی رو که من فکر میکنم یک آسیب اجتماعی سیاسی فرهنگیه داره به وجود میاد، اگر میتونیم یک راهی براش پیدا کنیم که اوکی، اگه نه که خب ما دست کم کار خودمون رو انجام گرفتیم. آقای امیر فخرآور من یه لحظه، آقای اسکپتیک اگر ادب رو اینجا رعایت میکنیم من بیارمتون بالا صحبت کنیم اینجا، لطفاً اگر ادب رو رعایت میکنیم ممنونتون میشم بتونیم دو کلام صحبت کنیم، لطفاً احترام بذارید. من بر همین اومدم قربونت برم. قربونت بگم شما ادب رعایت کنید. ببین مرداد جو، خدا شاهده من فخرآور رو نمیشناسم، الان فهمیدم ایشون فخرآور اگه میگن ایشونه. بعدم به نظرم خوشتیپ اومد، چشای زاغ دختر کشه میکنم، چطوری بچه خوشتیپ بعد به من حرف ناراحت میشه؟ درود به، من با این چیزا مشکل ندارم، ولی به محض اینکه شما کلامت رو ببری، من گفتم همونجوری که شما، من گفتم بچه خوشتی بهت برخورد، بعدم گفتم بگم چرا گفتی حتاکی نکن، گفتم چه حتاکی مگه، میگم بچه خوشتی، من اصلا از کلمه حتاکی استفاده نکردم اصلا. چرا عزیزم به من به من توبیخ کردی منو؟ ببین توی یک قربونت برم، حالا باشه خوردم، حتی این حرفا رو هم لطفا نزنید، صبر کن. چون بچه ها من اومدم با حرف بزنم، ولکن منم با طرف چایلد ابیوز رو ساکت دارم با حرف بزنم، میخوام با طرف بزنم نظر با من همینجوری صحبت، من اشتباه نکردم.
اسکل ساکت باش دیگه دفعه. من با اجازهتون ایشون رو فرستادم پایین. لطفاً یه لحظه دوستان، لطفاً اجازه بدید من هستم رعایت نکنم. همین وقت اجازه میدیم من مدیریت کنم رومو. من 3 دقیقه یا 4 دقیقه به هر طرف وقت بدم صحبت کنیم با ادبیات مؤدب. مرسی آقای اسکپتیک، تشریف بیارین بالا. لطفاً احترام رعایت کنین، هیچ اتفاقی نمیفته. به تایم خودتون حرف بزنین، من 5 دقیقه میذارم صحبت. من تو رو دوست دارم ولی سر قبل شما من اکانتمو زدی. این کارو زشته. من اکانت شما رو نزدم آقای. بیرون از این روم هم میتونیم بزنیم. برای چی آخه باید داخل روم بزنیم؟ شما خودت گفتی بیرون از این روم هم میتونیم بزنیم. پس لزومی نداره روی استیج اینجا بخوری اکانتت. آقای مرداد عزیز، مرداد من دوستت دارم عزیزم، به خاطر همینم ایشون تا یاد نگیره درست صحبت کنه این مشکل براش وجود خواهد داشت، وگرنه من میتونم برم ایشون بیاد بالا همون ادبیات همیشه که خودش. آقای فخرآور ما توی رومای ما به هیچ عنوان بی ادبی وجود نداره. دوستان روی استیج لطفاً مایک باز نکنید. آقای فخرآور ببخشید. یه لحظه آقای تونی، یه لحظه. ما می‌خوایم اینجا به یه نتیجه برسیم. خواهش می‌کنم دوستان روی استیج طرف کشی نکنین، مایک باز نکنین. آقای اسکپتیک خودش هم علمشو داره، هم زبانشو داره. پس اجازه بدین خود طرفین با هم صحبت کنن روی تایم با ادبیات درست. آیه اسکپتی خواهش میکنم که اینجا مؤدب بذارین به یه صحبت و یه نتیجه برسیم. من خواهش از شما حرفی دارم، مگه من با شما اختلاف نظری دارم؟ اوکی من خواهش میکنم حرف بزنم، نمیخواد بذارم. اوکی من 5 دقیقه میتونم زمان بذارم. نه من 1 دقیقه وقت میخوام. 5 دقیقه چیه؟ من مگه آدمی هم 5 دقیقه صبر کنم؟ ببین قربونت برم، من راشتم رد میشدم از دی هالوی نوشته رویای روی فخرآور و اسکپتیک. من تعجب کردم. فخرآور تو این تایتل نوشتی؟ کی نوشته این تایتل رو؟ بفرمایید. فخرآور امیر بچه خوشتی هلو. من نوشتم عزیزم، من نوشتم. برای چی نوشتی؟ میخوای فالوور جمع کنی از اسم اجازه بدین. این ما درباره اندیشه داریم صحبت میکنیم. آقا این تایتل رو میخوام بگم چی نوشته. آقا من و تو جفته و شرط تو کله ایم. هلو بچه خوشتی ببین تجربه. میگم شاید میگم شاید اگر خودت رو کابالا میدونی، فقط به کای خودت و کای من نگاه کن، ببین کلاه از سرت نیفته وقتی بالای قله رو نگاه میکنی. احترام خودت رو نگهدار. اصلا اینو برای ما مطرح نیست واقعا. اصلا اینو واقعا برای ما مطرح نیست آقای اسکپتیک عزیزم. من نندازی پایین قد زشته این کارو. بی ادبی کنی یه قد کلام داشته باش آقای اسکپتیک. روی استیج بمونید پاسخ بدید. نمیشتم دیگه زر نزنی. بی ادبی دیگه همین شورت همینه. طرز کلامت همینه. پایین باشی بهتره تو آدینسمون. بچه ها من میتونم خواهش کنم از مودریتورها تا ایشون کتبن براتون ننوشته که به احترام خواهد گذاشت به آدینس، نه دلیلی نداره بیاریدشون بالا. برای چی میارید وقتی که میبینید فقط خب ما میگیم آقا دانش داری؟ اگر دانش داری احتیاجی به آلت تناسلی برای دهن گرفتن و پرت کردن نداری. من چند بار این رو امروز گفتم بشر امروز توی فضایی داره زندگی میکنه که لباس میپوشه میره بیرون. بشر امروز نه، بشر چند هزار سال پیش هم با برگ آلات تناسلی خودش رو میپوشوند و از اون زمان تا امروز میپوشونه. حتی در قبایل آدمخواری که توی جنگل‌های آمازون هم هنوز زندگی میکنن با برگ آلات تناسلی خودشون رو میپوشونن. آقا اگر حیوانات لختن توی کوچه و خیابان رو سر همدیگه سوار میشن، آلات تناسلیشون رو به رخ همدیگه میکشن، خب حتما یک فرقی بین ما انسانها و اون حیوانات وجود داره. حتما یک فرقی وجود داره که جامعه حیوانات در تمام این
قرنهایی که آفریده شدن. ایشون میخوان بیان بالا روی استیج کتبا توی بک چنل بنده بنویسن بیان بالا روی استیج. کلمه اگر حرفهای آلت تناسلی رو میخوان بیان بزنن برای من اجازه ندارن بیان. برای من اجازه بدیم بچه مایک نزنین روی استیج. آی تونی آی حسن آقا مهداد جان یه جمله میخوان به عنوان خود آقای اسکپتیک اینجاست به عنوان مهمان اینجا شنونده باشین چون شما دوست ایشونیم ما هم دوست ما هم هستی به احترام ایشون شما رو بالا نگردشتیم لطفا بذارین آی اسکپتیک من تمنا میکنم کنم ادبیاتتون رو درست کنین الان بک چنل زدین بیارمتون بالا من میارمتون بالا ولی خواهش میکنم بی ادبی نکنین دیگه من چه جوری تمنا کنم از شما بفرمایید من به شما بی ادبی کردم عزیزم نه دورت بگم وقت تو این استیج خواهش میکنم از اون ادبیات من فقط به احترام تو اومدم چاکرتم من مخلصم من از اون ادبیاتی که توی رومان فقط نگو اگه نه بالا میگه نزدی ولی اگه زدی نکانت بنا نکنید زشت من این کارو نمیکنم حالا نزدیم آقا زدی واقعا نمیکنم 7 دلار 7 دلار میدم یه خط دیگه میگیرم عزیزم من این کارو نمیکنم من برای چی بعد الانم بزنی دوباره 3 ثانیه دیگه میام نه نداره این کار الان فقط میخوایم صحبت کنیم واقعا میخوایم صحبت کنیم میگم نکن میگم اگه تو بودی نه اگر نه اگه بودی نکن لطفا اوکی بچه‌ها یعنی اینکه خوش می‌کنن 4000 نفر آدمه ریپورت نکنین کار یعنی چی من دوباره میام کاری نداره برام اصلا میشه آرمینو بندازی پایین میشه آرمینو بندازی پایین من خوشم نمیاد عزیز دلم من شما رو میتونم بندازم پایین ولی شما نمیتونی تعیین تکلیف کنی که منو بندازی پایین این آرمینو میشه بندازی پایین من خوشم همینجوری خوشم نمیاد به صورت دلی ازت خوشم نمیاد توضیح دلیلم ندارم براش مثل باور من به محمد مصطفی دلیا همینجوری قیافه این خوشم نمیاد منم با تو حال آقای اسکیپ گوش بدین ما اینجا دنبال این نیستیم که صورت مسئله رو پاک کنی بهش بگو به حرف نزنه ازش خواهش کن اصلا صحبت نکنه منم ننداز به پایین کاری باش کارش نداره اوکی عزیزم خودت بگو چرا آقای هاشمی میگه خودت هم بگی لطفا بهش بگو ساکت باش آقای اسکپتی عجب و عجب آیه من نمیدونم واقعا چی کار باید بکنیم ایشون فوش اوکی بیارش بالا من آقای فخرآور فوش نمیده دیگه اوکی در نه من نمیذارم از روی استیج فرار کنه آقای هاشمی بیارشون بالا من مایکمو میبندم دیگه مایکمو باز نمیکنم اوکی تو مایکتو ببر تو مایکتو ببر آقای اسکیپ بیا بالا بیاین بالا صحبت کنیم مگه من چی گفتم من خواهش از شما گرم ایشون حرف نزنه بعد پاس مستقیم با من حرف بزنه پوشش دادم من چی جوری از شما تمنا تلاش من مایک باز آقا اینکه تلاش کرد به من حرف بزنه گفتم این کارو نکن اوکی الان صحبت نمیکنه اوکی بریم تو بعد اگه میشه من باشه ول کن تو هم خیلی شهوت کلام داری امیر جان چطوری عزیزم حالت خوبه درود بهت سپاس قربونت برم چته تو عزیزم خب اولا یه خورده احترام هم دیگر بیشتر نگه داریم آقا من چی گفتم؟ چرا اینجوری حرف میزنی با من؟ آخه شما فکر میکنی مثلا الان تو طویله خونتون داری با مثلا گاو محل صحبت میکنی دیگه وقتی اینجور جواب میده خب وقتی که ایشون من فکر میکنم ایشون یک مشکل تربیتی خاصی داره و برای دیده شدن فکر میکنه به هر روشی میشه توهین کرد اگر یاد میگیری حرف بزنی بیا وایسا حرف بزن واقعا منو با بقیه اشتباه نگیر اون کاری که داری میکنی من برای دانشت برای تب و شکنیت توی بحث خرافات مذهبی خیلی هم احترام قائلم اگر کسی دهن باز کنه به اینجور فوشا تو استیج ما همین اتفاق برش میفته برای اینکه ما وظیفه داریم این فضای آگاه کردن جامعه رو تمیز نگه داریم اگر ایشون برای من فیلم بفرسته که لخت شده رفته توی مثلا خیابون توی ایستگاه اتوبوس شهرش توی فروشگاه شهرش این شهامت رو داره که این کار رو بکنه من اون وقت میگم بله سیستمش اینه ولی ایشون چون پشت یک اسم جعلی یک عکس جعلی نشسته به خودش این شهامت رو میده که به تمام این افرادی که بیش از 4000 نفری که اون پایین نشستن 4400 نفر نشستن تو اینجا بشینی از راه دور همه چیزت هم جعلی باشه ساختگی باشه بعد خوشحالی خیلی هم مغروری دیکتاتور درونت هم کنترل نمی کنی حمله هم می کنی
خب حسش چیه شما با این ادبیات بیگانه نیستین؟ تو رومای قاسم سلیمانی تو من دیدم بدتر از این حرفا رد و بدل میشه. چطور اونجا خیلی ریلکس نیست اصلا؟ کجا شنیدید ما توی نه فقط روم هامون هایی که زده میشه در مورد سلیمانی فقط پیدا کنید، نه تو روم هامون، توی 30 سال گذشته مبارزه من یک جا پیدا کنید ما یک بار از منطق کم آورده باشیم رفته باشیم سراغ آلات یک بار پیدا کنید. آیه فخرآور من با اجازه آیه اسکپتیکو میارم بالا، من باشون صحبت کردم تو بک چنل، خواهش میکنم فوش ندم. امیر جان من حرف بعد به تو زدم، اومدم به تو میگم امیر جان چطوری چته، بعد به من میگه گاو و گوساله و طویله، آخه من کاری دارم که تو اینجوری با من حرف بزنی؟ حالا گذشت آیه اسکپتیک گذشت. نه آخه گذشت، هر دو زنه میگن اینا فحاشی آلت فلان اینا، خودت من در بار دنبم نه من تحمل کردم اسکپتیک من ازت خواهش میکنم، من نمیدونم ایشون جواب نمیخواد انگار بحث دقیقا نشون میده وقتی منطق آدم وقتی قافیه به تنگ میاد دست میبره به حالت تناسلی. من نمیفهم این یعنی چی. آخه بابا این همه دانش داری، از دانشت استفاده کن لامصب. تو اینقدر منطقی میتونی بشینی کسانی رو که مدعیان دین رسمی هستن میتونی سر جاشون بشینی؟ از منطق تمام حرف ما اینه اینجا، از منطقت استفاده کن. خب دوستان حالا نمیدونم چه اصراری داره آقای فخرآور که از منطق استفاده کنم، من نمیدونم منظورش چه منطقیه. این آف دیدید دیگه دوستان، 9 بارشه که من شمردم، بعد از اینم یه 2-3 بار دیگه اومد بالا و باز فوش داد و دیگه کلا رفت. و شخصی که اینقدر تعادل نداشته باشه که جلو دهنشو بگیره وقتی مدیر اینقدر ازش خواهش میکنه، آقا خواهش میکنم قسمش میده بیاد بالا، و وقتی میاد بالا دوست داره خوشم صحبت کنه ولی یه دفعه قاطی میکنه عصبی میشه و شروع میکنه فوش دادن، انقدر تعادل نداره. این نمیدونم چه علمی میخواد به من و شما یاد بده. و وقتی من میگم عوامل سایبری جمهوری اسلامی لزوما هم نباید پول بگیرن یا لزوما هم نباید مأمور رسمی جمهوری اسلامی باشن، وقتی توی زمین جمهوری اسلامی بازی بکنی در فضای مجازی یا به واسطه رفتاری که انجام میدی، اون هم شخصی که خواسته یا ناخواسته درست یا غلط تأسف آور یا خوشبختانه بیننده داره شنونده داره و به هر حال یه جامعه مخاطب زیادی طرفدارش هستن و کاراشو دنبال میکنن، خیلی باید بیشتر حواسش باشه، نه اینکه این آقا اینقدر تعادل نشته باشه که جلو دهنش بگیره اقلا فوش نده، فوش زشت نده، چون مثل اینکه یه جایی به بعد فخرآور حتی با اون فوشای چیزیش هم کنار اومده بود، ولی واقعا نمیدونم چی بگم دیگه. هرچند این ارزش نداشتیه ولی به هر حال این آقا هم سرصدای زیادی کرده بود این مدت در کلاب هاوس و هم بهانه ای شد صحبتای آقای واحدی که بیشتر بهش بپردازیم. من سعی کردم واقعا همونی که هست بهتون نشون بدم. آقای پکتیک هم حالا نمیدونم چه اسمی هم انتخاب کرده، این آقا هم اگر حرفی هم داشته باشه ما با آغوش باز میپذیریم، میتونه بیاد اینجا صحبتش بکنه، البته فوش نده دیگه، چون اگه فوش بده مجبوریم بوق بذاریم و کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. منم فوش نمیدم بهش، نه که بلد نباشم کلا، چون یادم خیلی با کلاسی هستم. چی بگم؟ باش بچه دمتون گرم، امیدوارم که مفید بوده باشه و تو زمین اینجور آدم ها بازی نکنیم دیگه، کلن ایگنورشون کنیم چون هیچی هم ندارن، هیچی به من و شما هم یاد نمیدن. آبی از این جماعت برای من و شما اصلا گرم نخواهد شد، بلکه کاملا سرد خواهد کرد. زحماتی که خیلی دیگه این میکشن واقعا برای مبارزه با خرافات، مبارزه با اون چی که به نام اسلام سیاسی هست و در این 42 سال جز نکبت و سیاهی و بدبختی برای مردم و کشور عزیزمون ایران نیاورده، واقعا این جماعت فقط اینها رو خراب میکنن. تمام این زحمات رو یادی هم میکنیم از حسین رونقی عزیز، امیدوارم که هر چه سریعتر آزاد بشه و به آغوش خانوادش برگرده. همینجا ازتون خداحافظی میکنم، با لایک کردنتون از ما حمایت بکنید و با کامنت گذاشتن مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود.